بسم الله الرحمن الرحیم. استادان بزرگوار، دوستان عزیز، شاگردان ارجمند، خوشحال هستیم که باز در خدمتتان قرار داریم. از طریق پروگرام تلکاست یا آموزش از راه دور، با امیدی که درسها براتان مفید تمام شود، میریم به طرف درس دیگی از ریاضی صنف هشتم، به ادامه درس قبلی تحت عنوان قضایای مثلث قائم الزاویه. قضیه مثلث قائم الزاویه. خب دوست، ما برای شما گفته بودم که در مورد پیش از اینکه این درس شروع کنیم، البته در باره عنوان یکمک معلومات میتیم، بسیار گپا روشن میشه. قضیه را خب مفهومش را فهمیدین که تکرار نمی کنیم. مثلث قائم الزاویه خیلی مثلث مهم است. در رابطه با اشکال هندسی ما بر شما گفته بودیم که کوچکترین مظله مثلث است، و باز اینمی مثلث نظر به تمام اشکال هندسی کرده مهم است. اگر اولین شکل است یا اولین مظله است، مهمترین مظله است، و دلیلش هم آورده بودیم که اینمی شکل یک علم با وجود آورده بخی چرا؟ به نام مثلثات یا تناسیم شده یک علم به نام مثلثات با وجود آورده دیگه کدام اشکال هندسی یک علم با وجود نآورده. مربعات و مثلثات و مسابعات ما نداریم، اما مثلثات داریم. خیلی معلوم میشه که این شکل بسیار مهم است، و در بین مثلث ها باز مثلث قائم الزاویه. آها، مثلث قائم الزاویه از کلش کل مهم است. چرا؟ قضیه فیثاغورس لمیس که پیشتر کار کردیم در درس گذشته، ساین و کوساین و تانجنت و گپایی که پسند مثلثات هم میخواه، کلش به حالت خصوصی در این مثلث قائم الزاویه تطبیق میشه. در مثلث چی؟ قائم الزاویه. یعنی این گپا از پیش ما گرفتیم، اینا لیره که گرفتیم خیلی در رابطه با این مثلث چند قضیه مهم دیگه رو ضرور است که آدم یاد داره، از جمله اینی قضیه که اینا رو براتون میگیم که تحت عنوان قضیه مثلث قائم الزاویه. ببینیم که چی هستی؟ این رو براتون بگویم. میگن که اگر اینطور یک مثلث قائم الزاویه داشته باشیم، به این شکل، به این شکل، این در اینجا قائم باشه، درست؟ خب A B C و از اینجا از این رس ارتفاع رسم کنیم در H اینه. خب سه کنیم این حاله مورتن در یک قضیه میگم، میگه در یک مثلث قائم الزاویه متوجه شدیم در یک مثلث حاصل ضرب اضلاع قائم، حاصل ضرب اضلاع قائم، این یک ضلع است قائم، این ضلع از یه این از این سو آمده، ای از این اومده، این 90 درجه را ساخته. این علامه علامه چی بود؟ دوست ایسیست 90 درجه. میگه حاصل ضرب اضلاع قائم یعنی چی؟ یعنی ای سی ضرب بی سی مساویس با، یعنی حاصل ضرب دو ضلع قائم یک مثلث است، یک ضلع قائمش ای دیگر ضلع مساویس با ضلع سیومی، یعنی ای بی ضرب چی؟ ضرب ارتفاعی که بالای زل رسم شده، یعنی سی اچ. این هم یک گپ بسیار مهم که حتی مهمتر از قضیه فیثاغورس، اگر مهم نیست برابر ازم بسیار سوال را می حل میکنه. چی بود دوست عزیز؟ در هر مثلث، خب سعی کنیم، قائم الزاویه، در هر مثلث قائم الزاویه حاصل ضرب، حاصل ضرب دو ضلع قائم، دو ضلع قائم مثلث مساوی است، مساوی است با چی؟ با ضلع سیومی، ضلع سیومی مثلث ضرب ارتفاع، ضرب ارتفاع، ضرب ارتفاع.
دیدیم در هر مثلث قائم الزاویه حاصل ضرب دو ضلع قائم مثلث مساوی هست. دوستان عزیز مساوی هست به چی؟ مساوی است به ضلع سوم مثلث ضرب ارتفاعی که بالای امو ضلع رسم شده. رسمشان براتون کشید. درست هستی؟ اینا به چی من خواهی؟ ثبوت. اینا میخوای یک ادعا است دیگه، میخوای یک قضیه است دیگه. این یک قضیه است، این یک ثبوت کار داره. من میگم ثبوتش خوب است که آدم یاد داشته باشه، ولی چیزی که مهم هست این نتیجه قضیه که پیشتر گفتم که در هر مثلث قائم الزاویه حاصل ضرب دو ضلع قائم مساوی است به ضلع سیومی مثلث ضرب ارتفاعی که بالایش رسم میشه. اینی نتیجه نهایی یاد آدم باشه و از این در کدوم نتیجه کار میگیره؟ در تطبیق سوالات یا در حل سوالات یا این قضیه را در سوالها تطبیق کنه و موفق به این شود که سوال حل کنه. این مهمتر است کلش. خب حالا یک ثبوت هم میکنیم براتون. ببینید ثبوت زیر دوست عزیز. خب دو تا مثلث اینجا وجود داره دوست عزیز. یکی مثلث همین مثلث کلان A B C، یک مثلث، یک مثلث خرد A C H A C H A C H، این دو مثلث. این دو مثلث میگن با هم مشابه است. با هم چی دوست عزیز؟ مشابه. خب دقیق شوید، اینمی دو مثلث با هم مشابه است. یک ادعاست. چی وقت دو مثلث با هم مشابه است؟ که سی زاوی یک مثلث با سی زاوی مثلث دیگه با هم مساوی شد. حالا ببینیم که در این دوتا سی زاویش با هم مساوی هست یا نه. خب سعی کنید زاوی ای مساوی با زاوی ای در دو مثلث شریک مشترک در هر دو مثلث. همین زاوی ای در هر دو مثلث شریک نیست، است هم در این مثلث کلان شامل است هم در مثلث خرد شامل است در دوش. خب این زاوی سی که در مثلث کلان است مساوی است با این زاوی نامش اچ یک بانه. زاوی اچ یک در مثلث خرد با هم مساوی. چرا؟ قائمه. این خواهد زاوی قائم بود یا عزیز آمده بود یا عزیز آمده یا 90 درجه است. اینجا خب ما خودش ارتفاع را رسم کردیم. ارتفاع خط است که از راس مثلث به ضلع مقابل عمود رسم میشه. پس یام قائمه. خود دو زاویه یک مثلث که با هم مساوی شود زاوی سیومیشان مساوی نمیشه؟ دقیقا مساوی میشه. زاوی سیومیشان زاوی سیومی هم چی میشه؟ مساوی میشه. زاوی سیومی هم مساوی است. خب وقتی که مساوی شد سی زاوی یک مثلث با سی زاوی مثلث دیگه که مساوی شود این دو مثلث با هم دیگه چی سن دوستای عزیز؟ مشابه. مشابه که بود از نشان چیست؟ متناسب. یعنی ای سی بر ای بی ای بی مساویس و سی اچ بر چی؟ بر سی بی بر سی بی ای سی بر ای بی مساویس و سی اچ ارتفاع ضرب چی؟ ضرب سی بی. ایناله از ای از رو متناسب شد در مثلث قائم زاویه چیز مشابه. دو مثلث که با هم مشابه ثابت شد این مثلث هم رای زی مثلث مشابه از رویشون چیز متناسب. این رو با هم طرف این وسط هم که کنیم دوست عزیز چی میشن؟ ای سی ضربه بی سی. درست است نی؟ بی سی یا سی بی مساویس به چی؟ ای بی ای بی ضربه چی؟ ضرب سی اچ. امی قضیه ثابت نشد یک ضلع مثلث یک ضلع قائم این دیگه ضلع قائم ای سی از اینجا آمده بی سی از اینجا با هم قائم شد آثار ضرب دو ضلع قائم مساوی شد به چی؟ ضلع سیومی یعنی ای بی. ضرب چی؟ ضرب سی اچ. یعنی چی؟ یعنی ارتفاع. حالا امی قضیه ثابت نشد؟ ثابت شد دوست عزیز. درست هستی؟ خب یک بار دیگه باز اثر را میده گوش بگیریم چون بسیار مهم هست.
ما میگیم که در هر مثلث قائم زاویه آسل ضرب دو ضلع قائم، ای ضلع و اینی ضلع که ضرب شود، مساویس با ضلع سیومی مثلث ضرب ارتفاعی که بالایش رسم میشه. برای ثبوت ما چی میکنیم؟ میگیم دو تا مثلث داریم، A, C, B و A, C, H. این دو مثلث ثبوت میکنیم که با هم مشابه است. کدام دو تا؟ A, B, C مشابه است با مثلث A, C, H. اینی هم علامه مشابه. اگر اینی را ثبوت کردیم دو مثلث که مشابه بود، طبیعی است که اضلاعش متناسب است. باز اگر گپ آسان میشه. خود چطور ثبوت میکنیم که دو مثلث مشابه است؟ چی وقت دو مثلث مشابه است؟ که سه زاویش با سه زاویه دو مساوی باشه. این را سعی کنید. زاویه A در هر دوش مشترک. این هم در مثلث کلان این شامل است، همین در مثلث خرد. دی خو بحث نیست که ای کدی ای مساوی میشه، چرا یک زاویه است. زاویه C ای از این سرفته، ای از این سرفته، اینجا ساخته زاویه قائمه. این هم که خود ما عمود رسم کردیم یام زاویه قائمه. پس زاویه C مساویس با H1. دو زاویه مثلث با هم مساوی نشد؟ شد. خیلی زاویه سی و نیشان با هم چی است؟ مساوی است. وقتی که زاویه سی و نیشان با هم مساوی شد، پس اضلاعی مثلث چی میشه؟ متناسب. یعنی AC بر AB مساوی است با CH بر چی؟ CB. AC بر AB مساوی است با CH بر CB. طرفین رو وسطین کنید. AC ضرب CBC یا CB مساوی است با AB ضرب CH. ای چی مانا میتین این رابطه؟ مانا میتین که حاصل ضرب دو مثلث است. حاصل ضرب دو ضلع قائم، ای ضلع و ای ضلع مساوی است با AB ضلع سیومی ضرب CH یعنی ارتفاع. دوستان عزیز فکر میکنم که دیگه بیشتر از این گنجایش نداره و مطلب شما درک کردیم. باز بخیر قضایای دیگه شه که کار کردیم، باز این را میبریم در سوال ها تطبیق میکنیم که من و گفه براتون گفتم که وقتی که آدم ثبوتش یاد گرفت، باز نتیجه قضیه را در حافظه که گرفت، باز در حل سوالات از او دوستای عزیز چی میکنه؟ کار میگیره که او از کلش کده باز اونمو مهم است. چرا از ما در هیچ جای تو قضیه را که سوال نمیکنه که تو ثبوت کو که آسل ضرب دو ضلع قائم یک مثلث مساویست به ضلع سیومی ضرب در ارتفاعش نمیگیره. چی رو میگه خیلی؟ میگه این سوال حل کو، یک شکل میته این ضلع نامعلوم است پیدا کو، یا در عمل در مهندسی این همه تو یک شکل بر میخورادم یک ضلع نامعلوم است، میگه این رو پیدا کو که ما اندازیش رو پیدا کنیم که چقدر خشته در کار میره. یا مثلا اینیش نامعلوم است خیلی چقدر خشت این ضلع کار داره. در عمل دیگه خانه سازی است و ساختمان است و ماشینالات است و این فاصله هاست که باید پیدا شد. میگه این فاصله رو پیدا کن، این تو یک شکل داریم فاصله رو تو پیدا کن. ناگزیر هستیم که ما اینمی نتیجه نهایی قضیه ها را دافزی خود بگیریم و در سوال هم تطبیق کنیم که با در عمل هم آدم بتونه جواب بده. درست است استاد عزیز؟ این حال ما براتون همین قضیه را با عنوان یک کار خانگی میتیم که شما ایره ثبوت کنید، باز انشاءالله مشکل پیش نمه. ثابت کنید که در هر مثلث قائم زاویه، در هر مثلث قائم زاویه مربی چه آسل ضربه، آسل ضربه، آسل ضربه اضلاع قائم مثلث مساویست به آسل ضربه ضلع سیومی در ارتفاع آن، در ارتفاع آن. این دو سایر اینی کار خانگی که کار میکنید و تا ساعت دیگه که در خدمتتان قرار بگیم، شما را به خداوند یکتایی بی همتا مسپاریم.